سلام، به نظرتون مهمترین سوالات بشریت در مورد جهان خلقت چی میتونه باشه؟ مثلا اینکه جهان از چی درست شده، یا اینکه آیا یه چیزی هست که همه چی از اون چیز ساخته شده باشه، یا مثلا یه تئوری برای همه چیز وجود داشته باشه. ممکنه اینا سوالای مهمی باشه، ولی دانشمندا جواب به همه این سوالا رو منوط کردن به جواب یه سوال ساده: چرا نوترینو جرم داره؟ نوترینو اصلا چی هست که اینقدر برای دانشمندا مهمه که اگه بفهمن چرا جرم داره، بعد میتونن اون سوالای مهم بشریت رو جواب بدن. امروز میخوایم در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم. در اوایل قرن 20 دانشمندا دیدن که توی فروپاشی هسته بعضی از اتم‌ها قانون پایستگی انرژی نقض میشه، یعنی مقدار انرژی که حاصل اون واکنشه با انرژی اولیه نمیخونه. یه دانشمندی به اسم ولفگانگ پاولی خیلی ساده اومد فرض کرد که اون مقدار انرژی مفقودی که توی این واکنش نمیدونیم کجاست رو یه ذره بدون جرم بدون باری با خودش حمل میکنه. اون خودش از دادن همچین ایده وحشت کرده بود و گفته من یه کار وحشتناک کردم، یه ذره رو فرض کردم که نمیشه هیچ وقت ردیابیش کرد و مشاهدهش کرد. بعدها اندریکو فرمی اومد اسمشو گذاشت نوترینو، یعنی ذره خونسای کوچک، و بعدش هم حدود 30 سال بعدش ذره کشف شد. بله، ذره که غیر قابل مشاهده و ردیابی بود تونست ردیابی بشه. ردیابی نوترینو خیلی سخته چون بار الکتریکی نداره، با هیچ چیزی هم واکنش نمیده، یعنی از همه چیز میتونه عبور کنه بدون که کوچکترین اثری از خودش به جا بذاره. همین الان در هر ثانیه نزدیک به 100 تریلیون نوترینو داره از بدن شما عبور میکنه بدون که هیچ اثری به بدن شما بذاره. برای ردیابی نوترینو یه آشکارسازایی درست کردن که مثلا یکی از اونها یه مخزن خیلی بزرگی که توش حدود 50,000 تن آبه. از بین هزاران تریلیون نوترینویی که در هر ثانیه داره عبور میکنه از این مخزن، هر چنگاهی یه دونشون برخورد میکنه به یه اتم و باعث میشه که یه ذره به اسم بوزون آزاد بشه. خود این بوزون میاد برخورد میکنه به اتمهای دیگه و نوری از خودش میده که حسگرهای حساس به نوری که دور تا دور این مخزن نصب شده هستن این نورها رو ردیابی میکنه. الان یه آشکارسازی توی قطب جنوب هست که روزانه نزدیک به 300 تا نوترینو میتونه ردیابی کنه. تا اینجای کار هنوز نوترینو خیلی جالب به نظر نمیاد. حالا صبر کنید. ما 3 نوع نوترینو داریم به اسمای الکترون نوترینو، میون نوترینو و تاو نوترینو. میون و تاو دو تا ذره بنیادین هستند، خیلی شبیه به الکترون هستند. جالبه که به این نوعهای نوترینو طعم نوترینو هم گفته میشه، یعنی نوترینو به طعم الکترون، نوترینو با طعم میون و نوترینو با طعم تاو. هنوز جالب نشده، صبر کنید. خورشید منبع اصلی تولید نوترین هایی که به زمین میرسه. توی مرکز خورشید بعد از اون واکنش هسته‌ای که اتفاق میفته مقدار زیادی انرژی به صورت فوتون و نوترینو آزاد میشه. این فوتون ها نزدیک به 400,000 سال طول میکشه تا از مرکز خورشید بیان برسن به سطح خورشید و بعدش با سرعت نور تو 8 دقیقه برسن به ما. به خاطر فشردگی خیلی زیاد خورشیده که هی فوتون ها برخورد میکنن با اتم های دوباره ساطع میشن و خلاصه این نوری که ما داریم از خورشید میبینیم در واقع فوتون هایی که از سطح خورشید ساطع شده. ولی نوترینو ها به دلیل اینکه با ماده هیچ واکنشی نمیدن از همون مرکز خورشید تقریبا با سرعت نور میرسن به سطح خورشید و بعدم ادامه میدن مسیرشون رو به سمت ما میان. دانشمندان اومدن تخمین زدن که تعداد نوترینو های با طعم الکترون که از مرکز خورشید باید به ما برسه چقدر باید باشه. بعد با آشکارسازهایی که روی زمین ساخته شده اومدن اندازه‌گیری کردن، دیدن 1/3 اون تعداد نوترینوهای الکترونی که باید از خورشید به ما برسه داره ردیابی میشه. اون 2/3 بقیه چی شده؟ تا مدت‌ها یک معمای بزرگ بود تو فیزیک، تا اینکه متوجه شدن که نوترینوها در حین حرکت از خورشید به سمت زمین تغییر طعم میدن، یعنی نوعشون عوض میشه. مثل اینکه مثلا یه پرتقال که داره حرکت میکنه همونجوری که داره حرکت میکنه یهو تبدیل به سیب بشه و بعد تبدیل به هلو بشه و بعد دوباره برگرده تبدیل به پرتقال بشه و همونجوری به طور متناوب این تبدیلات ادامه پیدا کنه. این پدیده که بهش نوسانات نوترینو میگن خیلی پدیده مهمی بود و برای کاشفینش جایزه نوبل به ارمغان داشت. این کشف یه نتیجه خیلی مهمتر در بر داشت و اونم این بود که نوترینوها باید جرم داشته باشن وگرنه نمیتونن تغییر ماهیت بدن. تا اون موقع فکر میکردن نوترینو یه ذره بدون جرمه و با سرعت نور داره حرکت میکنه. چیزی که بدون جرم باشه و با سرعت نور حرکت کنه زمان براش معنی نداره. چیزی که براش زمان معنی نداشته باشه تغییر هم براش معنی نداره. وقتی که نوترینو بخواد تغییر ماهیت بده یعنی باید زمان براش بگذره. وقتی زمان بخواد براش بگذره باید سرعتش کمتر از سرعت نور باشه و یعنی باید جرم داشته باشه و با سرعتی کمتر از سرعت نور در حال حرکت باشه. این کشف یه معمای بزرگ حل کرد، ولی یه معمای بزرگتر رو مطرح کرد.
و اونم که چرا نوترینو باید جرم داشته باشه و چرا اینقدر جرمش کمه. الان دانشمندا میدونن نوترینو باید جرم داشته باشه ولی هیچکی نمیدونه چقدره. تا حالا نتونستن جرم نوترینو اندازه‌گیری کنن. حدس میزنن تقریبا 500,000 بار کوچیک‌تر از جرم الکترونه. یه مشکل دیگه هم وجود داره و اونم اینه که همه نوترینوها چپ دستن. یعنی چی چپ دستن؟ مگه ذرات هم میتونن راست دست و چپ دست باشن؟ بله. این خاصیت بر اساس جهت چرخش ذره نسبت به جهت حرکتش تعریف میشه. البته اینو بدونید ذرات واقعا دور خودشون نمیچرخن. دنیای ذرات و کوانتوم خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. ولی برای درک ساده‌ترش ما فرض میکنیم که اونا دور خودشون میچرخن. اگه ذره محور چرخشش هم جهت با جهت حرکتش باشه بهش میگن راست دست. و اگر خلاف جهت حرکتش باشه میشه ذره چپ دست. همه ذرات هم راست دست هستن هم چپ دست. ولی نوترینوها فقط ذرات چپ دست دارن، یعنی ذرات راست دستشون تا حالا کشف نشدن. که این موضوع قضیه جرمدار بودن نوترینو رو پیچیده تر کرده، چون ذرات هم باید راست دست باشن و هم چپ دست که بتونن جرم داشته باشن، ولی نوترینو راست دستش تا حالا کشف نشده. یه فرضیه وجود داره که میگه این ذرات راست دست انقدر پرجرمن که ما نتونستیم تا حالا ردیابیشون کنیم. جالبه تو فیزیک هم ذرات خیلی کم جرم به سختی ردیابی میشن هم ذرات خیلی پرجرم، چون برای ردیابی ذرات پرجرم بعد تو شتاب دهنده ها انرژی خیلی زیادی به ذرات بدیم که بتونه ذراتی با جرم خیلی زیاد رو ایجاد بکنه و ما اونا رو ردیابی کنیم. خب همچین امکانی هنوز وجود نداره. این جفت راست دست پرجرم نوترینو ممکنه همیشه کنار جفت چپ دستش باشه و اصلا این جرم کمی که نوترینوی چپ دست داره به واسطه نزدیکی به اون نوترینوهای پرجرم راست دست باشه. کسی چه میدونه؟ یه چیز جالب دیگه که یه سری آزمایش نشون دادن که نوترینو و پاد نوترینو، یعنی ضد ماده نوترینو، با هم یکی‌اند. یعنی خودش میتونه خودش رو از بین ببره و تبدیل به انرژی کنه. از طرف یه حدسایی هم میزنن که یه فرقای جزئی این دوتا با هم دارن. فهمیدن این موضوع میتونه به ما کمک کنه که به یکی از بزرگترین سوالاتمون جواب بدیم و اونم اینه که چرا تو جهان ماده وجود داره ولی پاد ماده وجود نداره. سوالی که توی کلیپ پاد ماده بیشتر در موردش صحبت کردم. از طرفی اگر نوترینو جرم داشته باشه و ما بتونیم این جرم رو اندازه‌گیری کنیم، چون مقدار نوترینو تو جهان خیلی زیاده، تأثیر این جرم روی ساختار جهان خیلی زیاد میشه. بنابراین میتونیم معماهای بزرگی مثل ماده تاریک و انرژی تاریک رو هم حل کنیم. خلاصه این ذره مرموز کوچک رازهای زیادی رو در خودش داره که میتونه معماهای خیلی بزرگی رو از بشریت حل کنه. ولی تا الان که هرچی بیشتر در موردش فهمیدیم، معماهای و سوالات بزرگتری برامون مطرح شده و بیشتر دانشمندان سردرگم شدن تا اینکه به جواب سوالاشون برسن. باید ببینیم در آینده چه چیزی در انتظار این ذره است. خدا نگهدار.